در حالی که تعدادی از مردم دورتموند آلمان سحرگاه یکشنبه در ایستگاه اصلی قطار با پتو و لباس گرم منتظر ورود قطار پناهجویان از اتریش بودند، تعدادی از نئونازی‌ها به آنها حمله کردند. بعد از حدود 2 ساعت درگیری و با مداخله پلیس، تندروهای مهاجم مجبور به ترک محل شدند. این درگیری‌ها به جراحت 3 مأمور پلیس و 1 رهگذر انجامید و 4 نفر از مهاجمان نیز بازداشت شدند. ماموران امنیتی آلمان همچنان در تعقیب افرادی از گروه‌های راست افراطی این کشور هستند که در ماه‌های اخیر به طور سازمان یافته محل‌های اسکان مهاجران را آتش زده یا به آنها حمله کردند. تنها در 1 هفته در ماه اوت گذشته 5 مورد حمله به اردوگاه مهاجران به ویژه در نزدیکی شهر درستن در شرق آلمان گزارش شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در محل یکی از این حملات حاضر شده بود، قول داده بود که با استفاده از تمام شیوه‌های قانونی با عوامل خشونت علیه مهاجران برخورد کند.